من نمیشه گفت با قطعیت. من فکر میکنم به خاطر اینکه وقتی که پرزیدنت بایدن شروع کرد دوران ریاست جمهوریشو، برنامه برجام روی دستور روی میز کارش بود و یکی از به هر حال نکاتی بود که در کارزار انتخاباتی هم راجبش صحبت کرده بود، تبلیغ کرده بود و خب این اصلا کلن شکستی بود براش. با این همه سعی کردن با رژیم جمهوری اسلامی کنار بیان ولی این اتفاق نیفتاد. خب یه نوع شکسته. از طرف دیگه مسئله حمایت از مردم ایران هم هست. یک حالت، من فکر می‌کنم حالت تیغ دو لبه داره برای بایدن. اگه بخواد راجع به ایران حرف بزنه، خب به هر حال یاداوری اون شکست برجامش رو میتونه داشته باشه در این سخنرانی و این شرایط ایران هم الان یک حالت بسیار متغیری داره و یه مقدار شاید از اون جهت هم سعی میکنه که با احتیاط عمل بکنه. ولی در صورت ببینین، باز جای این رو داشت که از به عنوان آمریکا که خودش رو مهد حمایت از دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، حقوق و این مسائلی است که به صورت حقوق جهان شمول بهش نگاه میکنه، خب به نظر من جا بود که این رو اشاره کنه که ما از به فرض مردم ایران به خاطر اون آرزوهایی که دارن برای رسیدن به دموکراسی و اون خواستای دموکراسی خانهشون حمایت میکنیم. این به نظر من مسئله از دید من باید این کار رو میکرد، ولی خب در این کار رو انجام نداد و من فکر میکنم شاید دلیلش باز به خاطر اون برنامه برجام بوده که به یک شکل شکست خورده.